سرخط خبرها. تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران در سال آینده، منتقدان میگویند نصف خط فقر است. آخرین حضور نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در دادگاه انقلاب. محاکمه او به اتهام تبلیغ علیه نظام پایان یافت. اعتراض مقام‌های ارشد افغانستان به تقسیم بندی جدید اقوام، اداره احصائیه میگوید طبق قانون اساسی عمل کرده. و بالا گرفتن انتقادها از پلیس لندن بعد از برهم زدن مراسم یادبود زنی که در خیابان رو بوده و کشته شد. سلام به شما، عصر یک شنبتون بخیر. خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز 24 اسفند برابر با 14 مارس از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. در ایران بعد از چند جلسه مذاکرات فشرده، حقوق پایه کارگران برای سال آینده حدود 2,655,000 تومان تعیین شد که با مزایا به بیش از 4,000,000 تومان میرسد. هرچند پرداخت حق مسکن به تصویب آن در هیئت دولت موکول شده، فعالان کارگری میگویند که این رقم نصف خط فقر است. خود وزیر کار هم در مصاحبه‌ای که امروز منتشر شده میگوید زندگی در پایتخت با درآمد کمتر از 6,000,000 تومان مشکل است. همزمان بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران دست به اعتراض زدند. پرهام قبادی گزارش میدهد. تعیین حداقل دستمزد کارگران ایران برای سال آینده. حقوق پایه کارگران 39% افزایش پیدا کرد. شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال 1400 را حدود 2,655,000 تومان تصویب کرد. با اضافه کردن مزایای مسکن، بن خاروبار و حق اولاد، حداقل حقوق کارگران برای یک خانواده 3 نفری حدود 4,200,000 تومان خواهد بود. اما رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار پیشتر گفته بود که هزینه متوسط یک خانواده کارگری در ایران 8,735,000 تومان است. حدود 2 برابر این میزان. البته کمک هزینه مسکن که یکی از مزایای کارگران است هنوز به تصویب نرسیده. داریم البته آیتم مزد مربوط به مسکن مربوط به تصویب هیئت وزیران هست که پیشنهاد اون به قید فوریت تقدیم هیئت وزیران خواهد شد که انشاءالله در صورت تصویب اون هم منظم خواهد شد به تصمیم امشب. کارگران اما میگویند با این دستمزدها زندگی چالشی روزانه است. زندگی یه جورایی شده الان مثل جنگ. در مصاحبه ای از آقای شریعت مداری که روزنامه شرق امروز منتشر کرده، حتی خود وزیر کار هم میگوید درآمد کمتر از 6,000,000 تومان برای زندگی در تهران مشکل زاست. اگر در شهر تهران بخوایم صحبت کنیم، خب کمتر از مثلا 6,000,000 تومان درآمد در شهر تهران ما رو با مشکلات دشواری جدی در خانواده 2 نفر مواجه میکنه. یکی از مسئولان خانه صنعت و معدن هم به وزیر کار پیشنهاد داد با حداقل دستمزد 1 ماه زندگی کند تا ببیند این حقوق کفاف هزینه های زندگی را میدهد یا نه. با این حداقل مزد نمیشه زندگی کرد. این واقعیتیه. مثالش هم اگه میخوایم واقعیتشو بسنجیم، پیشنهاد میکنم آقای وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی زندگیشون رو با همین حداقل مزد 1 ماه بگذرونن، با این مزد خرید بکنن، ارتزاق خانوادهشون رو با همین انجام بدن، ببینن چقدر کفاف میده. دیگه من خودم چند سال پیش که کمیته مزدینا میرفتم، اون موقع گفتم به دوستانم 1 ماه این کارو کردم، سخت گرفتیم دیگه. گفتم من با این حقوقی که حداقل مزد داره همکار من با مونیک کارگر داره دریافت میکنه، این پولو میذارم کنار، هیچ چیز دیگه روش نمیذارم، این 1 ماهو کمربندا رو صفر کنیم باش ببینیم میچرخه یا نه. نه چرخید آقا، نمیچرخه. وقتی از وزیر کار درباره افزایش حقوق بازنشسته ها پرسیدند، گفت بستگی دارد. دریافتی بالاخره به بستگی داره به مجرد متأهل بودن، سنوات صفر یا سنوات دیگر در خدمت که منبعث از اونها تصمیمات اتخاذ میشه. امروز بازنشستگان در سراسر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، مثل اینجا در اصفهان. و در رشت. در عراق هم از فشارهای اقتصادی گفتند. دیروز دختر
در خانم تو شیراز از پل ساعت 6 بعد از ظهر چه پرت پایین. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا؟ نه، همه شدت فقره، همه شدت بیکاریه. و در احواز به محرومیتشان با وجود منابع نفت و گاز اشاره کردند. معیشت، منزلت، حق مسلم ما، معیشت. انتظارهای حد اقلی که برآورده نمی شوند. پرهام قبادی، بی بی سی. بهروز فراهانی، تحلیلگر مسائل کارگری ایران از پاریس با ماست. خوش آمدید آقای فراهانی. نظر شما درباره این رقم چیه؟ چقدر خواسته های کارگران رو برآورد میکنه؟ به نظر من تو مصاحبه‌ای که شما پخش کردید همه پاسخ‌ها رو داده بودن. هیچ کس از این راضی نیست. شما توجه بکنید حتی شوراهای اسلامی کار، کمیسیون دستمزدشون این سبد معیشت کارگری رو 8 میلیون و 750 هزار تومان تقدیم زده بود. یعنی این درآمدی که اعلام شده، حتی فرض کنیم که تمام مزایا رو بگیرن، سنوات رو بگیرن، بن‌ها رو بگیرن و غیره، میرسه به 4 میلیون 200 هزار تومان. در بهترین حالت میشه تازه نصف اون چیزی که شوراهای اسلامی کار حساب کرده بودن. و از اینجا شما میرسید به این که یک بار دیگه ثابت میشه کسانی که به عنوان نماینده کارگرای ایران وارد این مذاکرات میشن در شورای عالی تعیین دستمزد، مزدورانی بیش نیستن. چطور شما میتونید چیزی رو امضا بکنید که نصف چیزی هست که خودتون محاسبه کردید؟ یعنی کاملا نشون میدی که اونجایی که باید منافع کارفرما، منافع دولت جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرن، این نماینده‌های قلابی که در اونجا حضور دارن حتی محاسبات خودشون رو به راحتی زیر پا میگذارن. اینا حداقل میتونن اعتراض بکنن و بیان بیرون و این رو تایید نکنن. یک بار این کار رو کردن، ولی نشون میده که چقدر این نماینده‌هایی که اونجا میرن واقعا نمایندگان دولتی هستن، فرمایشی هستن. و باز هم ما رو برمیگردونه به این مشکل اساسی کارگران ایران که فاقد تشکلات مستقل خودشون هستن، نمایندهای خودشون رو در چانه زنی هم حتی ندارن و این وضعیت فاجعه بار آورده. آقای فراهانی، به نظر شما راهکار چیه؟ چون از طرف دیگر هم مثلا نماینده های دولت میگن که خب اونها در واقع بین کارگران قرار دارن و کارفرماها هستن که نمیتونن این هزینه رو بپردازن. مثلا اگر حقوق کارگر بکنن 8 میلیون، مجبور میشن کارگر دیگری رو اخراج بکنن یا خودشون ورشکسته بشن. نه، به هیچ وجه اینطوری نیست. دولت ایران یک دولتی است که ران تنظیم نفتی رو در اختیار خودش داره، در شرایط متعارف صحبت می‌کنه و میتونه به راحتی صاحبان شرکت‌های کوچه، کسانی که نمیتونن این دستمزد حداقل رو بذارن، از کمک‌های ویژه دولتی برخوردار بشن. پاسخ به این سوال واقعا یک معادله یک مچولی نیست. یه فاکتورهای مختلفی توش هست، ولی با توجه به قدرت اقتصادی دولت به عنوان بزرگترین کارفرمایی که در ایران وجود داره، در شرایطی در صورتی که یک حقوق حداقل شایسته رو تصفیه بکنن، میتونن حتی به کمک کارگاه‌های کوچیک بیان. و این استدلالی هست که صرفاً برای میگن که ما دستمون بسته است. به هیچ وجه اینطوری نیست. هزینه رو که اینها کردن برای انرژی هسته‌ای و 100 میلیاردی رو که به باد دادن، اگر نصفش رو در زمینه کمک به شرکت‌های کوچیک به کار می‌بردن، دستمزد حداقل تو ایران به راحتی میتونست از اون حدی که حتی نمایندگان مستقل اعلام کردن، یعنی 12 میلیون تومان که واقعا چیزی است که باید باشه، اون هم میتونستن ازش فراتر برن. شما توجه بکنید، اتحاد بازنشستگان یک محاسبه خیلی ساده‌ای رو کردن، گفتن برای یک خانواده 3 نفره فقط برای اینکه سوء تغذیه نگیرن، یعنی مسکن، پوشاک، آموزش پرورش، بهداشت، آب و برق و گاز رو بذارید کنار، باید ماهانه 3 میلیون و 300 هزار تومان درآمد داشته باشن تا توی تهران بتونن سوء تغذیه نگیرن. در یک چنین وضعیتی واقعا باید گفت که اون چیزی که کارگران و حقوق بگیران ثابت ایران توش دارن زندگی میکنن یک جهنمی هست که دولت جمهوری اسلامی کرده، ولی راه حل داره. به هیچ وجه به این صورت نیست که این راه حل نداره. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب یک سری انحصارات به راحتی میتونه این رو بالا ببره و در این حال کمک بکنه به کارفرماهای کوچکتری که در فازهای اولیه قدرت این رو ندارن که این پرداخت رو بکنن. متشکرم از شما. ممنونم آقای فراهانی. بهروز فراهانی، تحلیلگر مسائل کارگری ایران از پاریس با ما. متشکرم. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. در آستانه تعطیلات نوروزی، پلیس ایران میگوید رفت و آمد خودروها در همه شهرها از ساعت 9 شب تا 3 صبح ممنوع است. بیشتر سفر به شهرهای قرمز و نارنجی در ایام نوروز ممنوع اعلام شد. قرار است تصمیم نهایی در مورد شهرهایی که مسافرپذیر خوانده شدند فردا اعلام شود. به دنبال انتشار ویروس جهش یافته کرونا در اکثر استانهای ایران، این نگرانی هست که سفرهای نوروزی اوضاع را بدتر کند.
ایران میگوید گزارش سرنگونی هواپیمای اوکراین قبل از آغاز سال نو به صورت عمومی منتشر می شود. سازمان هواپیمایی کشوری گفته که پیشنویس این گزارش برای 4 کشور مرتبط با پرونده ارسال شده، ولی تاریخ دقیق انتشار گزارش نهایی را مشخص نکرده. اوایل زمستان پارسال بعد از 3 روز پنهانکاری سپاه و انکار سازمان هواپیمایی کشوری، سپاه پاسداران بعد از فشارهای بین المللی اذعان کرد که این هواپیما را سرنگون کرده و علت آن را خطای انسانی اعلام کرد. همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. امروز آخرین جلسه محاکمه نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. همسرش ریچارد ردکلیف که 5 سال است برای آزادی او تلاش می‌کند، با انتشار بیانیه گفته که سفارت بریتانیا در تهران حاضر نشده خانم زاغری را در دادگاه همراهی کند. به گفته او قاضی اعلام کرده که حکم دادگاه تا 7 روز کاری دیگر صادر می‌شود. آقای ردکلیف نگهداری همسرش در ایران را گروگانگیری خوانده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. برگزاری آخرین جلسه محاکمه نازنین زاغری ردکلیف در دادگاه انقلاب تهران. اتهام اخیر خانم زاغری فعالیت تبلیغی علیه نظام است. از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و همچنین مصاحبه با بی بی سی فارسی. اتهام هایی که پیش از این هم در سال 95 در دادگاه در بریان صحبت شده بود. حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری گفته که جلسه امروز دادگاه در کمال آرامش برگزار و آخرین دفاع او ارائه شد. نازنین زاغری در حالی دوباره محاکمه می شود که 5 سال محکومیتش به اتهام جاسوسی را به طور کامل گذرانده و پابند او هم که در حبس خانگی آن را داشت باز شده. خانواده نازنین زاغری دلیل نگهداری او در ایران را اختلاف ایران و بریتانیا می دانند. یکی از دلایل این اختلاف هم دعوای ایران و بریتانیا بر سر تانک‌های چیفتن است. بعضی از مقام‌های بریتانیایی معتقدند که ایران با طولانی کردن پرونده به دنبال دریافت طلبش از لندن است که 400 میلیون پوند برآورد می‌شود. این هم گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی اخیر نخست وزیر بریتانیا. در حالی که شاهدیم بیشتر کشورهای بدهکار به ایران در حال رهاسازی منابع مالی بلوکه شده یا بازپرداخت بدهی‌های خود هستند، بسیار عجیب است که در روند بازگرداندن طلب دفاعی 40 و چند ساله ایران هنوز پیشرفت عملی حاصل نشده. بی‌تردید تسریع در بازپرداخت طلب‌های ایران در رفع مشکلات دیگر روابط هم مؤثر است. مسئله ای که مذاکرات برای حل آن با دولت ایران ادامه دارد و آخرین جلسه دادگاه پرونده تانک‌های چیفتن قرار است 5 هفته دیگر برگزار شود. آزادی نازنین زاغری و بازگشتش به بریتانیا ممکن خواهد شد اگر طلب ایران بهش پرداخت بشه. من الان روبروی خودم یک گزارشی را دارم، گزارشی از دفتر ریاست جمهوری ایران از طرف آقای روحانی در 10 مارچ بعد از صحبتی که با نخست وزیر بریتانیا داشت آقای بوریس جانسون. در این گزارش دفتر ریاست جمهوری ایران راجب بدهی های بریتانیا به ایران صحبت شده و من نقل می کنم، در این گزارش گفته شده که بیشک تسویه حساب این مناقشه مالی می تواند راه را برای مرتفع کردن مشکلات دیگر حل بکنند. حتی همه ما می دونیم بقیه مسائل چی هست؟ دقیقا همون پرونده نازنین زاغری هست و آزادی او. یک مؤسسه خیریه در بریتانیا که اخیراً به صورت آنلاین نازنین زاغری را به مدت چند ساعت در حبس خانگی معاینه کرده، تشخیص داده که او تحت فشارهای روحی و روانی شدید، اضطراب و افسردگی است. تا اینجا 5 سال از زندگی این خانواده تحت تأثیر اختلاف ایران و بریتانیا و با نگرانی و فشارهای روحی فراوان سپری شده. آینده نامعلوم است، اما همسر نازنین زاغری و دخترش گابریلا همچنان بازگشت او را انتظار می‌کشند. فرین عاصمی، بی بی سی. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن با ماست. آقای علیزاده، اونطور که در گزارش همکاران فرین هم شنیدیم، خیلی‌ها میگن پرونده خانم زاغری مربوطه به این پرونده تانک‌های چیفتن. چقدر به نظر شما این دو پرونده با هم مرتبطن؟ نه، تقریبا بدیهی است الان با توجه به اظهاراتی که حتی مقامات بریتانیایی کردن و به ویژه
همسر او هم آقای رادکلیف هم مکررن به این مسئله اشاره کرد. تقریبا جای مشکلی وجود، یعنی جای تردیدی در این خصوص وجود نداره که این دو پرونده به هم گره خورده و از قضا مسئله همینجا بسیار دردناک میشه. ببینید، اینکه دولت بریتانیا تخلفی کرده، پولی رو قرار دریافت کرده بود که جنس رو تحویل نداده اون چیفتن ها، قطعا یک تخلف اخلاقی و یک تخلف حقوقی است. اما صحبت در این هستش که اگر کشوری چنین تخلف اخلاقی و حقوقی کرده، نوع تقابل شما با اون کشور چگونه خواهد بود؟ آیا بسان او میبایستی غیر اخلاقی و غیر حقوقی باش رفتار بکنید؟ فرض بفرمایید که به طلبی کسی طلبی داره، شما برید بزنید فردی از خانواده او رو بکشید. خب چه ربطی بین این دو مسئله است؟ این که این چنین گیرهی بین این دو مسئله به وجود آمده، در یکی از برنامه‌های پیشینم گفته بودم که این اساساً یک بازی ناجوانمردانه است، بازی غیر اخلاقی است. به تعبیر خیلی ساده میگن گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسیحی. آقای علیزاده، حالا خانم زاغری 5 سال در زندان بود ولی حاصل مالی برای دولت ایران نداشت. فکر میکنین این بار چقدر ممکنه که این نتیجه بخش باشه برای ایران؟ به واقع نمیتونم ماهیت بحث رو هنوز روش نظارت بکنم، چون ادعای جاسوسی از قبیل این همه ادعای جاسوسی که کردن برای به افراد مختلف اتهام زدن واقعا شده دیگه یک محمل خنده آور. خانم مور گیلبرت استرالیا آزاد کردن، در مقابل 3 نفر تاجر رو گفتن ما آزاد کردیم. اون 3 تاجر 2 کلمه تا حالا نیومدن جلوی تلویزیون صحبت بکنن در مورد شرح زندگیشون، میگن بیگناه بودیم. ولی خانم مور گیلبرت هر روز داره سخنرانی میکنه، چه جاسوسی هستش که داره تمام شرح ماجرا رو میده؟ خصوصا خانم زاغری، خانم عادل، خب بسیار دیگه که حالا اسامیش اینجا نمیشه گفت. همین قصه، این محمل، این که شما عنوان جاسوسی برای کسی درست میکنید دیگه اصلا دستگاه قضایی جمهوری جمهوری اسلامی رو مضحک میکنه. مسئله این نیست که شما طلب از بریتانیا دارید، باید این حق رو احقاق بکنید، به محاکم مراجعه بکنید، به روش های قانونی مراجعه بکنید. اما یک خانواده، اونم خانواده که ایرانی هم هست و هر حال آمده برای مادرش رو بازدید بکنه، مسئله یک مسئله، یعنی مسئله ملی بین دو کشور شده، در اقلا برای 5 سال سایه انداخته و ای بسا با این شرایطی که تا حالا دیدیم که این ظلم رو روا کردن، بعید نیستش برای بار دیگری هم برای او زندانی بیش از این هم ببرن، کسی نمیدونه. مشکرم از توضیحات شما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. نگاهی دوباره کنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ایران حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین شد. منتقدان میگویند نصف خط فقر است. آخرین دادگاه نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برگزار شد. در ادامه این برنامه، بالا گرفتن انتقادها از پلیس لندن بعد از برهم زدن مراسم یادبود زنی که در خیابان رو بوده و کشته شد. دولت جو بایدن میگوید پیام‌های محرمانه‌اش به کره شمالی در مورد حل و فصل مناقشه اتمی با این کشور بی‌پاسخ مانده. این خبر در حالی اعلام شده که قرار است وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا این هفته به ژاپن سفر کنند. آقای بایدن در دوران کارزار ریاست جمهوری خود کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را اوباش خوانده بود. همکارم کامبیز فتاحی از واشنگتن با ماست تا بیشتر صحبت بکنیم. کامبیز، کمی بیشتر در مورد این کشمکش ها و روابط دو کشور توضیح بده. خب چیزی که مقامات البته ناشناس دولت آقای بایدن به رسانه های مختلف از جمله اول رویترز گفتن این هست که در ظرف چند هفته اخیر از اواسط یعنی ماه فوریه میگویند که از کانال های مختلف به دولت کره شمالی پیام دادن در مورد اختلافات در مورد برنامه هسته‌ای و همینطور موشکی پیانگ یانگ، ولی تا به حال هیچ گونه جوابی دریافت نکردن. ظاهرا یکی از این کانال ها دفتر نمایندگی کره شمالی در نیویورک در سازمان ملل متحد بوده. اما به نظر میرسه که به هر حال این خبر داره در حالی اعلام میشه که وزرای امور خارجه آقای و همینطور دفاع آقای بایدن عازم پکن از بخشی توکیو و همینطور سئول هستند تا با متحدان ایالات متحده گفتگو کنند، از جمله در مورد
کره شمالی. بنابراین بسیار میشه گفت حساب شده این مقامات ناشناس دارن صحبت از این میکنن که تماسهایی داشتن با کره شمالی اما جوابی داده نشده و به نظرم میرسه تلاشی باشد برای اون چی که اینها سکوت پیونگیانگ میدونند به تماسهای محرمانه، هرچند جزئیات زیادی هم در این خصوص ارائه نکردن. کامبز، میدونیم که آقای بایدن قبلا به رهبر کره شمالی اوباش گفته بود، اراذل گفته بود، ولی آقای ترامپ سه بار با او دیدار کرده. این تفاوت برخورد رو چجور میشه برداشت کرد ازش؟ خب خیلی مشخص است دولت فعلی موضع بسیار متفاوتی داره، یعنی به خصوص در مورد این دیپلماسی که خیلی شخصی بود در زمان آقای ترامپ اینطور نیستن، اینها دارن برمیگردن به دیپلماسی قدیمی میشه گفت سنتی آمریکا. خود آقای بایدن البته این لفظ اراذل و اوباش رو در مورد دیگران هم به کار برده از جمله رهبر چین، اما در این حال بر تعامل با چین تأکید داره، یعنی در مورد رهبر کره شمالی هم این رو گفته. البته آقای بایدن یک چیز دیگر هم گفته بود در اون دوران، گفته بود که اگر به گفته او رهبر کره شمالی با او دیدار نخواهد کرد برخلاف آقای ترامپ، مگر اینکه او بیاد تعهد بده که کاهش بده برنامه هسته‌ای خودش رو. در گذشته دولت آقای ترامپ میگفت که باید خلع سلاح هسته‌ای بشه، لفظی که اینجا به کار برده شده تا به حال کاهش هست نه خلع سلاح، این شاید قدری تغییر باشه. البته مقامات اینجا تاکید دارن که در حال بازبینی سیاست در برابر کره شمالی هستند و هنوز اعلام نشده، ظاهرا قرار است که ماه دیگر این رو اعلام بکنند. ممنونم از توضیحات همکارم کامبیز فتایی از واشنگتن با ما. به دنبال انتقادات شدید از نحوه برخورد پلیس لندن با شرکت کنندگان در مراسم یادبود سارا اورالد، عده زیادی خواستار استعفای رئیس پلیس این شهر شدند. پلیس از اقدامات خودش دفاع کرده، اما وزیر کشور بریتانیا خواسته که گزارش کاملی ارائه شود. سارا اورالد زن 33 ساله بود که هفته گذشته هنگام پیاده روی ناپدید شد و مدتی بعد جسدش را پیدا کردند. یک مامور پلیس لندن به اتهام ربودن و قتل او بازداشت شده. گزارش سایمون جونز رو ببینیم با این توضیح که در این گزارش نور شدید فلاش دوربین دیده میشه. پلیس لندن در تلاش است تا تجمع مراسم غیررسمی یادبود سارا اورالد را پراکنده کند. سارا آخرین بار در این محل دیده شد. بیش از 1000 نفر در این مراسم جمع شده بودند. پلیس گفته که طبق مقررات قرنطینه این تجمع ایمن نبود، اما اعضای کارزار موسوم به این خیابان‌ها را پس بگیریم گفته که از مشاهده صحنه‌های رفتار خشن پلیس و برخورد فیزیکی با زنان، آن هم در مراسمی علیه خشونت مردم، به شدت ناراحت و غمگین شده. این عکس تصویر صفحه اول روزنامه‌ها شد. مردم عصبانی‌اند چون در مراسمی با ما برخورد شد که علیه خشونت علیه زنان بود. پلیس گفته که بارها از مردم خواست با پیروی از قانون به خانه‌های خود برگردند، اما وزیر کشور در توییتی گفت بعضی از تصاویری که از این مراسم یاد بود در فضای مجازی همرسانی شده ناراحت کننده است. من از پلیس شهر خواستم گزارش کاملی از آنچه که اتفاق افتاده ارائه دهد. شهردار لندن گفته با اینکه مسئولیت اعمال مقررات کرونا بر عهده پلیس است، برخورد پلیس نه متناسب بود نه شایسته. درخواستایی هم برای استعفای رئیس پلیس لندن که جمعه از این محل بازدید کرد مطرح شده. رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا گفته کریستیدا دیک اعتماد میلیون‌ها زن لندنی را از دست داده. پلیس هم از اقدامات خود دفاع کرده و گفته که صدها نفر کیپ تا کیپ کنار هم بودند و این از نظر گسترش ویروس کرونا تهدیدی واقعی بود. یک دلیل این که امروز با شما صحبت میکنم اینه که قبول داریم رفتار ماموران ما زیر سوال رفته. ما ابداً مایل نبودیم در وضعیتی قرار بگیریم که اعمال قانون لازم بشه. اما به خاطر ضرورت مهمتر حفظ ایمنی و سلامت مردم در چنین موقعیتی قرار گرفتیم. کارزار این خیابان‌ها را پس بگیریم، به یاد زنانی که به دست مردان کشته شده‌اند در خیابان بریکستون هیل لندن شمع روشن کرد. نخست وزیر بریتانیا و همچنین رهبر حزب کارگر، بزرگترین حزب مخالف دولت، هم یاد سارا اورالد را گرامی داشتند. و این کازنز مامور پلیسی که به قتل سارا متهم شده سه‌شنبه در دادگاه حاضر می شود. خانواده سارا همچنین می کوشند با فقدان عزیزشان کنار بیایند. او را شخصی زیبا و بانشاد توصیف کردند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان اقدام اداره ملی احصائیه و معلومات را
جزئی از برنامه از همپاشی مردم این کشور خوانده. اخیراً اداره احصائیه فهرستی از اسامی شاخه‌های متفاوت اقوام افغانستان را به عنوان قوم منتشر کرده و گفته بود که امکان دارد در شناسنامه‌های الکترونیک درج شوند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم گفته که اداره احصائیه اشتباه کرده و باید تصمیمش را اصلاح کند. اداره احصائیه اما میگوید که اقداماتش بر اساس قانون اساسی است. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، کمی بیشتر از اقدام تازه این اداره برامون بگو، چه تصمیمی گرفته و چرا انقدر جنجالی شده؟ خب تصمیم زمانی گرفته شده که یک فهرستی را اداره ملی احصائیه هم اطرح کرده و گفته که بر اساس این فهرست چیز حدود 60 نام دیده میشه. گفته که این نامها که به باور اداره ملی احصائیه نام قوم هست میتونه که در شناسنامه‌های الکترونیک درج بشه. این داستان شناسنامه الکترونیک جنجالی بوده، طی حدود 3 سال میشه که صدور آن آغاز شده و اقوام نامشان باید در او درج بشه. حالا بحث بر سر این است که این چیز حدود 60 نامیه که اداره ملی احصائیه گفته قوم هست، بعضیا به این باور هستن که اینا قوم مستقل نیستن، بلکه زیر شاخه‌ها و طایفه‌هایی از یک قوم هستن و نمیتونن مستقل به نام قوم درج بشه. این جنجال برانگیز شده، گرچه اداره ملی احصائیه میگه که مبتنی بر قانون اساسی و تصمیم دادگاه عالی است. وزارت امور اقوام و قبایل هم از این فهرست حمایت کرده و گفته که یک سال تحقیق کرده و برآیند تحقیقشان این موضوع رو نشان میده. اما مخالفین چی میگن؟ اونا میگن که اینها قوم نیستن و برنامه‌ای است برای از هم پاشی ملت افغانستان و یک در یک بازه و زمانی حساس. به همین خاطر همه کسایی که واکنش نشان دادن در انتقاد از این موضوع گفتن که باید اداره ملی احصائیه تجدید نظر کنه. مشخصا آقای عبدالله گفته که باید این اشتباه را جبران بسازن. ممنونم از ازت علی، خیلی متشکرم. همکارم علی حسینی از کابل بود و خیلی ممنونم از شما که با ما همراه بودین در این بخش خبری. اگر این بخش خبری را دست دادید، تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.